با سلام گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز، در هر کجا که ما رو میبینید براتون سلامتی و تندرستی آرزو میکنم. قبل از اینکه وارد ریتم اصلی برنامه بشم و مهمان ارجمندم رو به شما معرفی کنم، یکی دو نکته بود با شما در میون بذارم. از دقت و توجهتون به این برنامه سپاسگزارم. طبق معمول همیشه تماس میگیرید و بسیاری از بینندگان با گذاشتن وقتشون این برنامه ضیافت رو به دقت دنبال میکنن که نظرشون هم حتما میان با من در میون میذارن. در یکی از برنامه ها خانم شهلا سرشار شخصا تلفن کردن و یه موردی رو اشاره کردن که من ازشون خیلی سپاسگزارم و در خیلی افراد دیگه هم هستن که دکتر حسن بشیری دوست خوب مهمان برنامه‌مون و من، دکتر حمید رضا شاه مرادی، همه اینا هستن که شاه محمدی، به هر ترتیب تا اونجایی که براشون مقدوره با برنامه در ارتباط هستن و دقت و احسان نظر اینا باعث میشه که ما مسئولیتمون چند برابر بشه در قبال این برنامه. خواسته بودین که از طریق تلفن بتونین که با خود برنامه تماس بگیرین که در امکانات محدود وقتی ما نیست، از این نظر میخواستم پوزش بطلبم. هنرمندی هایی هم خواسته بودین که دعوت کنم که یکی از اون هنرمند ها امشب یا در این برنامه در کنار من هست. کسان دیگر هم که بعضی هاشون در این شهر مقیم نیستن ولی اگر اومدن حتما از اونا دعوت میکنم که بتونم باشون گفتگو داشته باشم. در اون طرف دوربین عماد و سارو همکاری میکنن با من، در اصل ما همه با همین برنامه رو تهیه میکنیم. قبل از اینکه بریم برای معرفی هنرمندمون، از اما تشکر میکنم. میخواستم ازش خواهش کنم یه دونه از کلیپ ها از دیویدی های هنرمندمون رو نشون بدم، بعد میام مفصل باشون صحبت میکنم، به شما معرفی کنم. اما جان بزن بریم ببینیم این ویدیو رو برگرد. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. Sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth.
sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. When this way I go in, I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me. با سلام میگم و درود فراوان. همون جوری که این دیویدی زیبا رو پخش کردین، هنرمند برنامه ضیافت هوشمند عقیلی، هنرمند برجسته‌ای که نمونه از دانش موسیقی و چهره بارزی از اخلاق هست. من سال هاست در اون سن هنریم خیلی زود با اسم هوشمند عقیلی آشنا شدم، شاید از محدود هنرمنداییه که میتونه در ارتباط با موسیقی ملل مختلف ساعت‌ها صحبت بکنه و شاید تنها چهره‌های محدودی است که در این سال‌ها در غربت با دایر کردن کلاس‌های برای تعلیم دادن به هنرجوهای دوستداران موسیقی از نظر وکال، از نظر صدا و از نظر کلاس‌هایی که آشنا بکنه اهل دوستداران هنر رو به آموزش موسیقی، روند موسیقی خیلی تلاش کرده. همیشه اسمش در ردیف اول هنرمندایی که برای انجمن‌های خیریه اعلام آمادگی میکنه و کار میکنه و به نظر من نقاط بسیار روشنی در شخصیت هوشمند عقیلی هست که نمیشه در یک برنامه یک ساعته به اونا اشاره کرد و باید ساعتها صحبت کرد. و همون جوری که رومن رولان میگه اگر هنر و انسانیت نتوانند در کنار هم زندگی کنند، بگذار هنر بمیرد. و واقعا همین جور هست. اگر هنرمند اخلاق نداشته باشه، مردمی نباشه و در قلب مردم نباشه، هرگز نمیمونه. حالا میتونه شعر خوب بگیره، آهنگ خوب بگیره، ولی اینا مثل یک تاریخ انقراض داره، سریع تموم میشه. من به هوشمند عقیلی سلام میکنم، خوش آمد میگم که در استودیو در کنارم هست. سلام جناب عقیلی. درود بر تو عزیزم. اجازه بده یک درودی بگم به بینندگان عزیز برنامه، یا یادم در ایران میگفتن تماشاییان برنامه ضیافت، مهمانی که همایون خسروی عزیز برنامه اجرا میکنه. به هر حال درود بگم و خیلی هم ممنونم ازت که لطف کردی، دعوت کردی که من افتخار میکنم که در خدمتت هستم، ولی چند خیلی هم خجالت داری میدی. من دیگه باید دونه دونه نمیدم هر کدومی که از این عنایتی که به من کردی، به هر حال واقعا نمیتونم پاسخگو باشم. به هر حال خیلی لطف کردی و این چند دقیقه که در خدمت هستم، امیدوارم که سوالای سخت سخت نکنی که ما رو تجدیدی بکنی، بعدم رفوزه بشیم. اتفاقا شما صاحب خانه هستید و وقتی که من مراجعه میکردم به پیشینه شما، دیگه شما در تلویزیون کانال 3 که در بله. اون سربالای معروف اونجا در تهران بود که به اسم تلویزیون ثابت پاسال بله. معروف بود، شما از چهرهایی بودین که اونجا شروع کردین و بعد سفر کردین، در کلاس‌های مختلف اساتید شرکت کردین اینا،
من خیلی احساس راحتی میکردم، ترجیح میدم که برم، منم میرفتم اون طرف دوربین شما این برنامه رو اجرا میکرد، ولی گفتیم در کنار شما باشین. اولا که خیلی سپاسگزارم با تمام وقت کمی داریم و روزهای شلوغی رو در استودیو بودین، سفر بودین، استودیو ما رو سبز کردی اومدین اینجا، این که برای تشکر اولش و واقعا این چند کلمه که اول گفتم اصلا هیچ گونه اغراق نبود، حقیقت بود، چون نه تنها من، به تمام بچه های علانر به شما ارادت خاصی دارن. جناب آقلی، ما یک برنامه خیلی محدود داریم، من یه جست و گریخت سوالایی میکنم چه از گذشته، میخواستم که میدونم که شما تحصیل کرده هستین و در رشته خودتون کار کردین، سابقه های زدین، ولی در رشته موسیقی که امروز مورد نظر ماست، چطور شد که با موسیقی آشنا شدین و چطور شد که اصلا وارد وادی موسیقی شدین؟ خدمت عرض کنم که من از زمانی که خب مدرسه میرفتیم، دبستان، اینها آهنگ هایی رو که پخش میشد از دلکش ها، بنان، ویگن، خدمت عرض کنم، و بسیار خواننده مرضیه، پوران، همه اینها، ما اینا رو حفظ کردیم و میخوندیم. بعدم در چند تا جلسه مهمانی و اینها من مثلا خب اینا اجرا میکردم، میگفتم صدا دارم. دوستان به پدرم میگفتن که شما پسرتون صدا داره، این اصطلاحی بود که میگفتن بذارید چیز بکنه، پیش یه استادی برین و اینا تعلیم ببینه و اینا. پدر من اول خب استیهاش داشت، به اصطلاح این زمان دارم، زمان 50-60 سال پیش دارم میگم که من زیاد مثلا هنوز دبستان میرفتم. بعد در اثر خب اصرار دوستان، ابرام دوستان، بعد پدرم یه حرفی به من زد، گفت من میذارم تو رو بری پیش استاد درس بخونی و این، ولی اول باید بری درس، تا دانشکده تو تموم نکردی دوست ندارم بری یه جایی برنامه اجرا کنی یا بخونی، چون میدونی در محیط اون موقع ها و به خصوص حالا اصفهان هم همینطور. شما بس اصفهانی هستی؟ بله، خواهش میکنم، اشکال که نداره. نه نه نه، به هر حال ما هم گفتیم سمعن و طاعتن و اولین بار بنده رو با آقای تاج اصفهانی معرفی کردن توسط یکی از دوستان دیگه که در شهرداری اونجا بود، خود آقای تاجان در شهرداری کار میکردن. من روزای جمعه ساعت 8 صبح میرفتم هر روز خدمت ایشون، ردیفای مثل سگا، مثل همایون، مثل ابو عطا و دوستان از این با ردیفای کوچون با گوشه هاش پیش ایشون یاد گرفتم، تا اینکه بعد قد شد من آمدم در دانشکده ادبیات بودم و 3 سالی هم اونجا لیسانس گرفتم. بعد وقتی آمدم تهران بلافاصله رفتم پیش آقای مهرتاش در جامعه باربود یا باربد میگن هر کدوم، روزای چهارشنبه و دوشنبه ایشون میگن، حتی تابستونم در منزل خود ایشون سالا کلاس بود، آقای وفایی بود، آقای شجریان بود و چند نفر دیگه بودن که البته دیگه زیاد شروع نکردن یا ادامه ندادن. بعد از اون تلویزیون ملی ایران وقتی که افتتاح شد کلاسی بود تحت نظر آقای حنانه و بنده اونجا بلافاصله خب امتحان دادیم و اینها، من قبول شدم و استاد آواز ایرانی آقای استاد کریمی نخه قوامی، آقای حسین قوامی یا فاخته میگفتن. شما برای کریمی هم کار کردید؟ بله، استاد کریمی. بله. در ضمن بله دیگه، پیش آقای کریمی هم در هنرستان آزاد موسیقی پیش ایشون هم بودم، چه ردیفا رو مثلا از ایشون گرفتم، خیلی ها خیلی ها. و برای همین هم هست که همایون عزیز، جناب خسروی، من در اینجا گفتم این همه ردیفا و گوشه هایی که در سینم هست دریغم اومد که اینها رو ضبط نکنم و در چه دوستان قرار ندم، که البته حالا یه مقدار از نظر پخشش اینا یه مسائلی از کار ندارم. من در حدود 2 سال روی این کار کردم و تمام این، حالا میگیم 12 مقام یا 12 دستگاه یا 12 هر چی اسمی بزنیم، با گوشه هاش و همه رو اینا رو من ضبط کردم در 4 تا CD که هر کدوم از دوستان بخوان، مثلا همایون با گوشه هاش شده. اینه که این کارم من ضبط کردم و یکی از افتخارات من اینه که لاقل این رو از من بماند برای تدریس کسانی که میخوان با موسیقی ایرانی، نمیگم کلاسیک آقای خسروی، نمیگم سنتی، نمیگم اصیل که دیگه اصلا هیچی، همیشه گفتم موسیقی که یاوون نیست، اسب که نیست، که مثلا اصیل بلا، ولی خب برای اینکه میخوان یه اسم پشترش باشه که بیشتر مشخص بشه. آها، موسیقی ایرانی، شما هرگز نمیگید موسیقی اصیل ترکی یا موسیقی اصل آمریکایی یا هر کجای دنیا، ولی راجع به ایرانی که باشه میگی پاپ، موسیقی اصیل،
من نمیدونم چرا اون موسیقی ایرانی است که موسیقی آوازی داره است. بله موسیقی ما آوازی است، یعنی از زمان چند هر زمانی که به اصطلاح موسیقی مقدار حالا حرام شد یا هر چی بود مجسمه سازی اینها همه چیز موزیک از بین رفت، همه چیز در صدا به ما رسید. به قول آقای خالقی در اون کتابش نوشته اگر این تعزیه ها، اگر این روزه خونی ها، شب زنده‌داری های مذهبی نبود ما اصلا این موسیقی ایرانی رو به کل نداشتیم. دلیلم همینه که شما تمام ردیف های موسیقی ما رو وقتی میشنوید با اسامی یه مقدار تقریبا شادی نیست، همه مثل رجز مثلا، مثل مویه، مثل مخالف و امثال ها. چرا؟ برای اینکه اینا همش از تعزیه در اومده. در قدیم از گوشه های شادی بوده، در اون هفت خسروانی و 360 دستان و نمیدونم سی لحن باربد و فلان اینها، اینا خیلی اسامی شادی هم داشته و ما نمیدونیم چون ضبط صوت که نبود که ما برسه ببینیم چی بود، ولی از اینهایی که به اصطلاح در تعزیه ها به ما رسیده این موسیقی کلاسیک ما موسیقی ایرانی ماست به اصطلاح. این ردیف ها و گوشه ها و موسیقی ما یه موسیقی تقریبا آوازی است، یعنی همیشه مثل این پنج انگوش خواننده این برای این چهار تا در خدمت خوانندن، در صورتی که در موسیقی پاپ همه با هم میخونن. مثلا ما اینجا مثل ضبط کردیم، حتی آمریکایی ها مثلا صدای خواننده رو با صدای موزیک یکی میگفتن، گفتن نه اینجوری نیست، خواننده به علت خود خواننده و به علت شعر و به علت عرفانی بودن شعر، محکم بودن شعر، بیان شعر، باید همیشه خواننده ایرانی روی به سر موزیک باشه، موزیک در خدمتشه. شما الان ببخشید من زیاد حرف میزنم، میتونی من قطع کنی؟ نه من خیلی زدم صدا میکنم. حتی شما در موزیک های مثلا ایرانی وقتی در قدیم آهنگا بود موزیک جواب خواننده رو میداد، الان است که من میبینم واقعا آرانجمان میشه و یه مقدار خود موزیک فرق میکنه، خواننده فرق میکنه. مثلا قدیم میگفتیم مثلا ای شبانه، موزیک میزد بلوم 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 دام دام دام، این همون اونیسون بود، یک صدا، یک صدا باشی بینی، حالا یک صدا یا جواب این همون بود کاملا. و این چرا؟ برای اینکه موزیک در چیز در خدمت خواننده بود. ولی الانه وقتی یه آهنگ ساخته میشه، البته قبل آرانجمان میشه، اوورتور داره، بعد جوابو کاملا ممکنه مختلف باشه و به اصطلاح آیین جدیدی و یک تزیین جدیدی به موزیک داده شده. چون در اول برنامه اشاره کردم، گفتم شما گنجینه از معلومات هستین، من خودم هم به در کلاساتون بعضی موقع شرکت داشتم و دیدم که شما استاد عزیزم برای تشویق. نه نه نه، من واقعا دیدم که شما از جون و دل، اگه قرار بوده یک ساعت یا دو ساعت کشیده به 4-5 ساعت و این از عشقتون به موسیقی است. ولی رفتیم یه سفری کردیم، رفتیم توی اصفهان. دوست دارم به علت ویژگی برنامه ضیافت یه مقدار از هنرمندای اصفهانی که واقعا شهر اصفهان گنجینه از هنرمندا بوده، حالا ما نمیخوام بریم مجسمه سازا، نقاشا یا، ولی از همکارایی که در زمین موسیقی که شما در اونجا بودین یه چند تا اسم بگیم بعد بریم یه دیویدی ببینیم. اصفهانی ها؟ بله، از هنرمندان اصفهانی. خود آقای تاج اصفهانی؟ بله. آقای کسایی؟ بله. بعد جلیل شهناز، خدمت شما باید بگیم چه آدم اون حضور ذهن جلیل، ما برایش هم آرزوی سلامتی داریم ان شاء الله. بله دیدم، بسیار سنمند ارزنده هستن دیگه. آقای ساغری بود سنتور میزد، آقای نورده بود ویولون میزد، یارم در رادیو اصفهان من چند تا برنامه شدیم اجرا میکردیم. خدمت عرض کنم که اونقدرها دیگه آقای شمایی زاده هم هستن که شمایی زاده که آره ایزمشون هم با هم بودیم، هم مدرسه بودیم. چه جانه؟ بله مدرسه با هم بودیم، بعد هم تو خیلی برنامه های فوق برنامه مدرسه. آقای عرام صدر هم میشتم، عرام صدر باش بازی کردم مثلا. چه جانه؟ من دو تا پیس با عرام صدر بازی کردم در دانشکده ادبیات، چون ایشون هم شبانه درس میخوند در دانشکده ادبیات، ما دو تا نمایشنامه هم در دانشکده ادبیات کردن و من همیشه میرفتم مثلا تا تئاتر و بعضی وقتا میرفتم اونجا توی قسمت پایین سن، اونجا چیز میکردم، برای انانس میکردم. و استاد آقای ارهام سعد، آقای ناصر فرهمند، ایشون در مثلا تئاتر اصفهان بود و با ایشون هم چون وقتی که در دبیرستان بودیم ایشون اومد چند تا نمایش با ما بازی کرد، من دیگه به ایشون خیلی ارادت پیدا کردم، شبا میرفتم در تئاتر اصفهان یک در تبلیغات اون چیز هم میکردم برای شما. چه خوب اگه اجازه میدین با من موافقت کارگردان خوب و صمیمی اماد بریم یه دیویدی ببینیم، یه ذره ریتم برنامه رو عوض کنیم، باز برمیگردیم در کنار استادش باشیم.
کنار جان بود و لب رود خونه بگو، واسم از میدون تو خونه بگو، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران. واسم از بوی خوش فضای بازار بگو، از خدا زاری مردم گرفتار بگو، از شکست دلی که با دستای مستخوری سر پل برای مردم میزده تار بگو، سر پل برای مردم میزده تار بگو. بگو از بار به دوشی که به جرم زندگی کمر شکسته و در نمیاد دیگه صداش، بگو از اون پیر مردی که تا من یاد دارم توی زندگیش واسه یه لقمه نون کرده تلاش، کرده تلاش. چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، چه خبر از جاده های ساحلی، بارونا و دیوارای کاگلی، چه خبر از روزگار مردم خوشباور، چه خبر از اون همه یه رنگی و ساده دلی. خواستم از بوی خوش فضای بازار بگو، از خدا زاری مردم گرفتار بگو، از شکست دلی که با دستای مستخوری سر پل برای مردم میزده تار بگو، سر پل برای مردم میزده تار بگو. چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، چه خبر از جاده های ساحلی. با درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت، در قسمت دوم برنامه ضیافت هستیم، در قسمت پایانی. همون جوری که اطلاع رسونی کردم در خلال برنامه، هوشمند عقیلی هنرمندی متواضع با اخلاق برجسته با دانستنی های فراوان در کنار من هست. باور کنید ما در هر جلسه یا در استودیو در جایی که در کنار هوشمند عقیلی هستیم واقعا مثل دارت و معارف است و دقیقا در مورد مسائل هنری و مسائل اجتماعی به نوعی باز میکنه این مسائل که برای همه هنرمندا قابل گوش دادن است، قابل یاد گرفتن است. و همونجوری که در قسمت شروع برنامه و در قسمت مقدمه گفتم، یکی از ویژگی هایی که هنرمندا در طبقه اول جامعه قرار میگیرن به خاطر خدماتشون هست، به خاطر اخلاقشون هست، به خاطر اون نوع احساسی که در اونا هست و برخورد میکنن با مسائل است. به همین جهت همیشه یه عکس هنرمند یا یه عکس حالا در هنرمند در هر رشته‌ای رو میبینین که روی دیوار میزنن یا برسا ازش تجلیل میکنن. و همیشه من توی برنامه ها یکی از شعارهایی که دادم این بوده که هنرمندا باید خیلی از خودشون گذشت داشته باشن تا بتونن همونجوری که در قسمت اول برنامه گفتن توی قلب مردم جا بگیرن، که من یقین دارم شخصیتی که در کنار من هست، هوشمند عقیلی، در کنار مردمش هست، تو قلب مردمش هست
و همه دوستش دارن، همیشه برای جامعه هنری و تمام هموطنها چهره خیلی قابل احترام بوده. جناب عقیلی، اولا امیدوارم که اینطور باشه. حتما است. من به هر صورت چون سالهاست در کنار شما هستم، این مسئله رو با اطمینان میگم. کاری رو که قبل از تبلیغات بازرگانی دیدیم، شعر و آهنگ از جانبخش پازوکی دوست بود. عزیز بنده، بله بله، ایشون هم که اصفهانی هست. بله، اتفاقا داشتیم میرفتیم برای یه آهنگ دیگه بود، عادت کار ندارم، بعد تو ماشین بود، یه دفعه من گفتم راستی جان چه خبر از ایران؟ گفت ای چه تیتر قشنگیه. بله، از این چیز پیش میاد. ببینید هنرمند یعنی همون. بله، یا شاعر، من مثلا آقای خیلی از شعرها شدیم، مثلا من با مهندس همایون خرم میمدن، مثلا خب میمدن اغلب پیش هم بودیم فلان اینا، برای که یه آهنگ من چند تا از مهندس خرم خوندم. بعد یکی از این آقایونی که شعر میگفت تورج نگهبان، حالا یه دفعه یادم، تا موقع که نشسته بودیم و حرف زده با اینها، خب میدونست که این آهنگ و فلان اینا، حالا میدونم و میشنم و یه به اصطلاح ضبط میکرد و فلان که برای شعر بگه. از پلایشون میرفت پایین، من طبقه چهارم بودم، یه دفعه اون اف اف رو میزد، میگفت گوش من بنویس. یه دفعه یادش میاد، چون شعر و آهنگ اینه که یه دفعه فل بداهه باید بیاد، نمیتونه بگه امشب من میخوام این شعر و آهنگ رو بسازم بدم به جناب خسروی. نه، این هنر نیست اصلا، باید خود شعر مخصوصا باید خودش بیاد. آهنگ من تنظیم کننده کارتون هم کاظم عالمی بود. این آقای عالمی بود. بله، و ویدیوش هم که آقای کوجی بوده. این کوجی گرفته بود. کوجی گرفته بودن. الان اشاره کنیم به مهندس همایون خرم. بله. من می‌خواستم از طریق این برنامه، از طریق این تلویزیون، برای مهندس همایون خرم، برای فرهنگ شریف، برای جناب توکل، فضل‌الله توکل، همشون آرزوی سلامتی بکنم. شنیدم یکی مقدار کسالت داشتن. بله، همیشه بله، ما هر ستشون بله، بله، سلامتی اینا بهترین خبرهای خوب. بله، بله، جزو بهترین هستن. خیلی ممنونم که واقعا اشاره کردین و خواهش میکنم. یک سوالی که ناگفته موند، من به علت اینکه ویدیو پخش کردیم در قسمت اول، شما اشاره کردین در بیاناتتون راجع به این سیدی های آموزشی که شما زدین، اینا الان در اختیار اگر کسی بخواد اینا رو تهیه بکنه نمیتونه فعلا؟ نمیتونه، من یعنی که شما خودتون فعالیت عنایت بفرمایید و چیز بکنید، بعد یعنی صحبت میکنیم که شما عنایت بفرمایید. بس بله، بس مال همین، بله مال که... همین تلویزیون بود اصلا. چه خوب. بله، چه خوب. مال همین تلویزیون بود. چه خوشحالم و که. حتی آرم تلویزیون هم روش هست، من خیلی مقدارش دارم. بعد موقعی که یه ذره خب اوضاع چیز عوض شد و اینها، دیگه در بوته فراموشی و مها افتاد و الان دوست دارم که به اصطلاح همه اینا که هست یا دو مرتبه به اصطلاح تکثیر بشه و دوستان عزیز که بخوان واقعا ازش استفاده بکنن. اینه که اگر لطف کنیم حتما این کارو میکنیم، حتما این کارو میکنیم. این برصورت میتونه یکی از برگ‌های سبزی هم باشه که به افتخارات تلویزیون اندیشه اضافه میشه، که در کنار تلویزیون بود اصلا. بله، در کنار برنامه‌های عادیشون کار فرهنگی هم انجام میدن. شما یه سفری کردین، من چون اینقدر گفتم که دانستنی شما زیاد است، به خاطر این می‌خواستیم ویدیو پخش کنیم، یه جایی شما رو متوقف کردن. شما اومدین با جناب قوامی و افراد دیگه شروع کردین کار کردن، از اونجایی که مثل سریال ها که وای میسن میگن که ادامه برنامه، از اونجا ادامه بدیم که ببینیم چی شد که چه فعالیت هایی کردیم و دیوانه راجبه این گذشتاتون برای ما بگیم. تا زمانی که بله دیگه تلویزیون ملی شد، بله دیگه، بعد من آمدم، اولش که گفتم من گوینده بودم در تلویزیون همون سالی بله که میفرمایین، و در رادیو هم مثلا یه برداشتن در اصفهان هم که خب میخوندم اون به جای خود، ولی وقتی که بورس من به اصطلاح داشتم و رفتم و آمدم و در اخبار انگلیس یا لندن که بودیم، البته من در لفرو بودم نزدیک ناتینگهام، اونجا می دیدم که واقعا اصلا حرف از هنرمند اول شروع میشه، با هنرمند شروع میشه، با هنرپیشه شروع میشه، با کسانی که مسائل حالا سیاسی اینا بعدش بود و فلان اینا، درست به عکس ما که حالا نمیخوام چیز بکنم. و واقعا وقتی برگشتم تصمیم گرفتم این کارو بکنم و اتفاق به قول سعدی اتفاق مبیتی افتاد در منزل جناب محمودی، کامبیز محمودی معاون تلویزیون. یه شب منزل ایشون بودیم و اینها، چون از آشناها و دوستان بود، و دیدم آقای پازیکی اونجا هست
دوست عزیزم که در زمان دبستان و دبیرستان و دانشکده با هم بودیم و بعد یه آقایی بود که مال چیزی مثلا دکتر طبیبیان مال کاسپیان، یه دفعه خانمه چی گفتش که میتونی آقای پازیکی چرا یه آهنگ برای هوشمند نمیسازی؟ گفت اتفاقا باشه، من یه دونه دارم برای فیلم، داستان یک لالیه که ای خدا جان ما هستی ما در ید قدرت توست. این رو من به چیز میکنم به جا میدم برای بسا پارس فیلم بود بگیرم. ما اتفاقا خب قبول کردیم و رفتیم اینو خونده بودم. بعد وقتی که برد تو پارس فیلم فرض گفته بود صدای کیه؟ گفته بود عقیلی. که گفته ها دو سه سال پیش میخونه. گفته آره رفته حالا از اصطلاح انگلیس بوده برگشته بوده. گفته ببین فیلم تو فیلم ها از خانم ها یا واقعا اهلیه باید بخونه یا آقایون ایرج. دقیقا اینجوری باید بوده. خوشبختانه قبول نکرد و ما اینو گذاشتیم توی سی دی، اومدیم تو تلویزیون ضبطش کردیم. من امشب پخش شد غروب جمعه از برنامه آره آقای غریب افشار بسی حتم آره یه آقای فرخزاد یادت درست یادم نیست، جمعه پخش شد. شنبه دفتم میرفتم اداره همه من نشون میدادم چون یه دونه تلویزیون بود دیگه در ایران. بعد یه چهره جدید آهنگ جدید اصلا یعنی تا رفتم چی تو رفتم تو اداره اقلا 50-60 ماشین پشت سرم بوق فلان میذارن. این همون آقایی بود برام. در عرض یک شب به اصطلاح این آهنگ گرفت که پشتبندش هم آهنگای فراتومیایی بود و چراغ خونه بود و بعدش دریا بود. اصطلاح این هر کدوم داستانی داشتن. ببین بر داستان یه مسئله است که مبتلا به ما جامعه به اصطلاح هنرمند معرف جامعه است، نمونه از همه جامعه خودشه و اتفاقاتی که میفته باید در منعکس باشه در اون شعر و در اون آهنگ که بیشتر به دل میشینه، نه اینکه یه چیزی باشه که ورای اون چیزی که آدم اصلا در زندگیش نیست و تصورش هم نمیتونه بکنه. اینه که مثلا بلافاصله اون دریا اون اتفاقی که افتاد مثلا خب خونده شد، یا چراغ خونه داستانت لالایی یک پدری است برای بچه خودش که چه واقعا چراغ خونن بچه ها و امثال این ها. برها آهنگای خب عشقی و چه میگم شور و چیزم که خب به جای خودش مثل فراتومه یا بدن. اینه که برحال تا شروع کردیم و بعد خب برنامه کاباره بود، میامه بود، مثلا شکوفه نو بود، بیرون بود، کنسرت ها بود، فلاین ها. تا اینکه من یک سال و نیم قبل از اتفاقی که در ایران بیفته، چون من سال 75 آمدیم اینجا با خیلی از دوستان، مثلا آقای شجریان بود، گوگوش بود، خانم چیز بود، اختیه بود دیگه، خانم پوران بود اینجا، من بودم و چند نفر دیگه و بسیار برنامه کنسرت داشتیم همه با هم برای ایام عید. من خب از این محیط آمریکا خوشم اومد، تصمیم گرفتم که دیگه بعد وقتا بیام اینجا و چند تا برنامه مثلا این داشته باشم، بعد هر از گاهی برم ایران اونجا مثل ویگن از دست ویگن به اصطلاح یاد گرفتم. بعد وقتی آمدم اینجا یه مدتی موندم که دیگه گفتن که چیزه حالا نیای بهتره فعلا چی میشه. نرفتی یک سال و یک جواب تو حدوداً چند تا کار خوندی؟ من رو همتا الان با چند تا بازخونی مثلا چند تا حساب کنیم 7-8 تا میشه 136 تا آهنگ. 136 تا. شما میدونی که وقتی که یک آهنگی رو یک دوستدار هنر یا یک شنونده در 4 دقیقه گوش میده حاصل چه مدت زیادی است که یک آهنگ ساخته میشه، یک خواننده شعر رو عوض میکنه، شاعر نظر میده، بعد استودیو ضبط میشه، به خصوص با وسوسه‌ای که شما دارین کلی این کار یعنی چالش میشه، رقابت میشه روی این کار و بعد حاصلش میشه 3-4 دقیقه و ما گوش میدیم بعد کنارش میگذاریم. اجازه بدیم بریم جناب عقیلی یک کار گوش بدیم. اما جان اگر که آماده ای بریم یه کار دیگه از جناب عقیلی گوش بدیم که گفتنی زیاد داریم ولی یک کار تصویری ببینیم. بسیار خیلی ممنون. رفتم به دیدن او با یک عشق خدایی با یک
سبد پر از گل در این بیریانی گویی به من میگفتن پنجره های خونه منتظرت نبوده برگرد برو دیونه برگرد برو دیونه هرچه به در کوبیدم نشنیدم جوابی نشنیدم سلامی یکی یکی گلها رو با گریه پرپر کردم با چشمای پر از عشق لحظه ها رو سر کردم با چشمای پر از عشق لحظه ها رو سر کردم در فکر گوشی اش هوا کم کم تاریک شد شب با سکوت سردش آروم آروم نزدیک شد شمی پشت پنجره با دست او روشن شد روح سرگردون من مایل به ترکم شد دو تا سایه رو دیوار دو تا جام و نوشیدن طعم هوس هاشون رو با بوسه ای چشیدن یکی یکی گلها رو با گریه پرپر کردن شعر شکست عشق رو تا خونه از بر کردم شعر شکست عشق رو تا خونه از بر کردم خدایی با یک سبد پر از گل در این بیریایی گویی به من میگفتن پنجره های خونه منتظرت نبوده برگرد برو دیونه برگرد برو دیونه هرچه بدر کوبیدم نشنیدم جوابی نشنیدم صدایی یکی یکی گلها رو با گریه پر پر کردم شعر شکست عشق رو تا خونه از بر کردم شعر شکست عشق رو تا خونه از بر کردم یکی یکی گلها رو با گریه پر پر کردم شعر شکست عشق رو تا خونه از بر کردم شعر شکست عشق رو به برنامه ضیافت توجه میکنید ممنونم حوصلتون ولی به کل شفیع کتکنی که چه کنم که بحث پایان رسیدیم به آخر برنامه کلی سوال دارم کلی دیویدی داشتیم میخواستیم سفر کنیم به یه مقدار از دیویدی های کارهای کلیپ های جدید که شما دقیقی برسات آورده بودن برای برنامه ما به خصوص بخواست امشب در این برنامه پخش بشه ولی بهش کدوم نرسیدیم ولی برصورت این قصه دراز و این قصه ادامه داره ما از استاد خواهش میکنیم که در برنامه بعد بیاییم بتونیم یه مقداری راجع به این سیدی های آموزششون و من چون به شیوه آموزششون رو از نزدیک دیدم شاید بتونیم از طریق این برنامه با برای بچه هایی که باعث افتخار منه که خیلی در همه جای دنیا برای بچه های جوان خیلی به این برنامه توجه دارن با اونها یه مقدار ارتباط برقرار بکنیم این کاری هم که دیدین از کمپانی کلتکس بود جناب عقیلی مال جانبخش پازوکی درسته؟ جانبخش پازوکی بود به برصورت میخواستم که از تو خواهش کنم که اگر پیامی دارین یه بفرستین پیامو که بریم کم کم خداحافظی کنیم ببینیم نخیر فقط امیدوارم همه صحیح و سالم و خوش باشن در زندگیشون و تشکر میکنم از شما منم از شما سپاس و همچنین تلویزیون جناب فرزنده همچنین از آقای عماد خان آقای سارو و خیلی ممنونم از همه گرم منم از شما سپاس گذارم کم کم چراغ برنامه ضیافت خاموش میکنم
براتون شب‌های پرستاره روزهای آفتابی با یه سبد پر ازش آرزو می‌کنم. روز روزگار با سبد برای شما خوش خداحافظ. این درسته ما جان. این درسته. شب درم میخواد تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون تا جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. از خونه ما نام دیام سفر کرده، گویا دعای منی خسته اثر کرده، من لحظه را میشمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. شب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بیاد باغچه هامون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون ها جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. نرخ‌های ارزان جدید را برای تماس با ایران اعلام می‌کند. شما می‌توانید با استارتک تنها با 2.9